أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یک و یک شما بیننده های نهایت عزیز برنامه اصل حریبا، مخصوصا بخش حقوق شهروندی. خدمت شما هستم. قبل از اینکه این قسمت خدمت شما تقدیم بکنم، جا داره که سپاسگزاری بکنم از همکار خوبی من که بخش های مختلف امروز تقدیم حضور شما عزیزان کردن. بیننده عزیز، امیدوار هستم امروز خسته نشده باشید و از کارهایی که امروز انجام دادید راضی باشید و اوقاتی که امروز صرف شده و اون اهدافی که از قبل تعیین کرده بودید برسیده باشید. در بخش حقوق شهروندی قرار داریم. بعد از یک مدت وقفه‌ای که ما داشتیم به خاطر ماه متبرک رمضان و همچنین جریان عید سعید فطر، و خوشبختانه الله پاک توفیق داد که بار دیگر از طریق این برنامه و از مخصوصا بخش حقوق شهروندی خدمت شما بیننده‌های خوب برنامه قرار بگیریم. همونطوری که شما به جریان هستید، بخش حقوق شهروندی روی موضوعات حقوقی، مراکز حقوقی و نهادها و مراجعی که کمک و مساعدت حقوقی دارن، حالا چه در حوزه مساعدت هست و چه در حوزه مشاورت هست و بخش‌های مختلف، بالاخره ما روی این موارد صحبت میکنیم. و همچنین بحث مهم و عمده‌ای که ما در این بخش داریم روی حقوق اساسی اتباعی کشور مطابق به قوانین نافذه کشور و قوانین اسلامی، اصول و اساسات اسلامی که ما با شما داریم بحث میکنیم. به خاطر همین هم در هر برنامه ما یک تن از کسانی که در حوزه حقوق مطالعه دارن، کسانی که در حوزه حقوق مصروف فعالیت هستند، کسانی که در حوزه حقوق چند روزی چند سباه سپری کردن، ایشان را دعوت میکنیم در برنامه و روی موضوعات مخصوصی که از قبل تعیین میشه یا موضوعاتی که از قبل مشخص میشه ما بحث میکنیم. در برنامه امروز دانشجوی حقوق محمد شفیعی‌جان رحمانی که عضویت کلینیک حقوقی را هم دارند دعوت کردیم. من هست یک از اعضای فعال بخش حقوقی در کلینیک‌های حقوقی که با خودشان بیشتر معرفی میکنن که کجا مصرفیت دارن دعوت کردیم. میخوایم که روی نقش و تاریخچه کلینیک‌های حقوقی صحبت بکنین، اهدافشان رو بیای مطرح بکنین و همچنین ای که چه برنامه‌هایی رو تعقیب میکنن، در کدام حوزه فعالیت دارن میخوایم بحث بکنین. قبل از اینکه من سوال مطرح بکنم، ماما شفیع جان در برنامه خوش آمدید عرض میکنم. حتما سلامی در ابتدا دارم خدمت شما، خود در میشه که مکمل معرفی بکنن، بعد ان شاء الله میریم روی موضوعاتی که میخوایم بحث بکنیم. جناب تشکر. جناب استاد، به نام خدا، محمد شفیع رحمانی هستم، کارآموز بخش حقوق در یک از کلینیک‌های حقوقی و بیشتر در حوزه وکالت دفاع در بخش حقوق فامیل. در حال کارکردی که ما در عرصه حقوق داریم در بخش وکالت دفاع، ارائه مساعدت و خدمات حقوقی به بیشتر به مساعدینه که این مساعدت ها تحت یک بخش کلینیک های حقوقی بخش از حقوق که این خود ارائه خدمات میکنه به کلن مساعدینی که از طرف ارگان های عدلی و قضایی به ما معرفی میشه. رحمانی صاحب، میخوایم به ترتیب هم دو پیش بریم با شما. من میخوام اول پرسان بکنم که همه کلینیک هایی که شما مطرح میکنیم کلینیک حقوقی، چه تعریفی میشه می کلینیک حقوقی؟ در واقع کلینیک های حقوقی یا لیگل کلینیک مرکز دانشگاهی است که وابسته به خود دانشگاه پانزه حقوق و شریعت است و در آن مبتنی بر روش تئوری، نه روشی که به صورت کاربردی و عملی دانش آموزان زیر نظر اساتید با تجربه کلا کارهای حقوقی و آشنایی پیدا میکنن و تحت نظری اساتید با تجربه ارائه خدمات و مساعدت میکنن با آن دز افرادی که از طرف خود ارگان ها معرفی میشه. خود کلینیک های حقوقی در واقع مراکزی است که به شکل مدرنیزه حقوق را به دانش آموزان میآموزانه و آنها را با کارهای حقوقی به پیشبرد قضایای حقوقی آشنایی حاصل می‌دهد. بسیار نیک. جناب آقای رحمانی، میشه که روی تاریخچه کلینیک ها هم صحبت بکنیم، چون نام به اکثریت افراد این نام جدیدی هست، پدیده جدیدی هست که در این اواخر ایجاد شده و وجود آمده. اگر روی تاریخچه زن صحبت بکنین، در افغانستان از چه وقت بوده، آیا از سابق بوده یا اینکه مشخص است که از کدام سالها در افغانستان، و حال به وضعیت فعلیشان چگونه هست، در ابتدا در کجا ایجاد شده؟ بدون شک خود کلینیک های حقوقی یک پدیده جدیده که امروز عرض اندام میکنه در دنیای معاصر. بیشتر دانشمندان، بیشتر کسایی که اسم کلینیک حقوقی میشنوند فکر میکنن که یک مرکز طبیه، ولی برعکس خود کلینیک های حقوقی مراکزی که ارائه خدمات میکنه یک مراکز آموزشیه.
کلینیک های حقوقی برای اولین بار که مطرح بحث شد، ایده کلینیک های حقوقی توسط یک فیلسوف به نام کریستوفر کولومبوس، یک استاد دانشگاه هاروارد آمریکا بود که در ایالات متحده مطرح بحث شد. آهسته آهسته در بستر زمان این ایده ای تر اساس پرورش یافته و شکل مدرنیزه تری به شکل اساسی تری شکل گرفت، تا اینکه در دهه 60 قرن 20 در روسیه یک استاد دانشگاهی به نام الکساندر لیو بلینکی خود این طرح و پروژه را آماده میکنه و برای اولین بار کلینیک های حقوقی افتتاح میشه. یعنی میشه گفت بستر پیدایش کلینیک های حقوقی روسیه هست و در سال 1960 کلینیک های حقوقی به وجود آمد. آهسته آهسته در دهه های 70 و 80 خود کلینیک حقوقی به اوج خود رسید، یعنی روز به روز رو به افزایش روز به روز رو پرورش رفته و رشد کرد. کلینیک های حقوقی آهسته آهسته در سطح کشورهای معاصر و کشورهای پیشرفته ایجاد شد و خود کشورهای پیشرفته و معاصری که امروز وجود داره خود کلینیک های حقوقی پرورش دادن. در افغانستان برای اولین بار در سال 2008 با کمک مؤسسه SIO برای اولین بار در هرات افتتاح شد که مدت 12 سال میشه بودن. امروز کارکردهای بسیار خوبی و یک فعالیت های واقعا شایسته در عرصه داره. خود کلینیک های حقوقی کمک و یاری که به خود ناهدهای عدلی و قضایی میرسونه، کلن افرادی که به این آتا مراجعه میکنن بزنه آشنایی حاصل میده و در واقع خود وکلای مدافع سارانوالا و قضاتی که فارغ میشن به شکل مدیر نیزه تری از قبل و خود ارگان های عدلی و قضایی آشنایی دارن. بسیار نیک. خوب نکاتی اشاره کردین که در ابتدا در دهه 60 قرن 20 اینا ایجاد شد و بالاخره در کشورهای جهان اسلام مثل کشور افغانستان هم در گفتین در سال 1388 بسیار نیک در 1388 تأسیس شده. بله. جناب آقای رحمانی روی چه اهدافی برای کلینیک ها کار میکنن؟ در کل کارکردهای خود کلینیک حقوقی به شکل آموزشی و عملی و کاربردی میباشه. خود کارکردهایی که خود کلینیک های حقوقی داره، یک بخش از او آموزش اجرات قضایای مدنی در واقع با ما معرفی میکنه که خود قضایای مدنی از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه. در ابتدا خود قضایای حقوقی با ما تعریف میکنه قضایای مدنی که یک قضایای مدنی به کجا باید تقدیم میشه، در واقع شروع کار یک قضیه مدنی و ختم زور با ما معرفی میکنه. قضایای مدنی امروز در قضایای بحث اقارات که هست، بحث فامیل که هست، از ابتدای کار با ما معرفی میکنه تا به آخر. بخش دیگری از این کارکردهای خود کلینیک های حقوقی آموزش اجرات قضایای جزایی میشه. خود جرایم برای ما تعریف میکنه به شکل اختصاصی تر، عناصر جرایم برای ما معرفی میکنه، چگونگی رسیدگی به جرایم و چگونگی تطبیق احکام خود محاکمه رو برای ما تعریف میکنه و بیان میده به شکل عملی و کاربردی تر. و در قسمت قضایای جزایی یک سری دوسیه های و قضیه های فرضی که خود کارآموز های حقوق در راستا کار میکنن که تمامی اسناد شامل سه محکمه و خود ارگان های کشف و تحقیق تکمیل میکنن که میشه گفت یک نوآوری در خود کلینیک های حقوقی میباشه. بخش دیگری از خود کارکردهای کلینیک های حقوقی تهیه ورکشاپ ها برای متقاضیان و خود کارآموز ها میباشه. ورکشاپ های تحت نام ورکشاپ های آموزشی تحت نام شغلزایی، روانشناسی، ورکشاپ های کتابخانی، خود این ورکشاپ ها در واقع مسیری برای خود کارآموز ها تعیین میسازه تا بتونن راه خور به سمت پیشرفت پیدا بکنن. بخش دیگری از فعالیت های خود کلینیک های حقوقی در واقع بازدید از نهادهای عدلی و قضایی میباشه. خود بازدید از نهادهای عدلی و قضایی به شکل خیلی واضح و به شکل عملی چگونگی کار و چگونگی پیشبرد یک قضیه حقوقی در خود نهادهای عدلی قضایی به ما آموزش میده، میآموزونه که خود یک دوسیه از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه و یک تاثیر بسیار بسزایی در مدرنیزه ساختن خود رشته حقوق داره که امروز اکثریت افرادی که از خود کلینیک های حقوقی فارغ میشن بدون شک یک وکیل مدافع تمام عیار و یک سارنوال تمام عیار میشن که خود خوب میرسانن، خوب میتوانن عدالت به معنای واقعی و تامین بکنن. بخش دیگری که آموزش هایی که خود کلینیک حقوقی داره در کار صاحبی بازدید از کرمینال تکنیک و طب عدلی میباشه و چگونه و میآموزونه که چگونه یک قضیه رو به طب عدلی یا کرمینال تکنیک بفرستیم، چگونه کدام قضایا به دو مرکز ما بفرستیم، چگونه میتونیم از طب عدلی و کرمینال تکنیک استفاده بکنیم که میشه گفت خود کرمینال تکنیک و طب عدلی در واقع بازوی توانمندی است برای خود محاکم.
خود فعالیت های دیگری که خود همه کلینیک های حقوقی دارن، ارائه خدمات مساعدت برای برای افرادی که نیازمندن که از طرف ارگان های عدلی و قضایی معرفی میشه. متاسفانه در کشور جهان سومشون افغانستان که میشه گفت 80% از مردم فقر سواد قرار دارن و فقر مالی، هیچ کس آشنایی با نهادهای عدلی و قضایی ندارد. در واقع کلینیک های حقوقی با مردم میآموزند که نهادهای عدلی و قضایی چگونه با کدام قضایا رسیدگی میکنند، برای پیشبرد قضایای خود باید از کجا شروع بکنند و کجا پیگیر باشند. خود یک بخش دیگر از کارکردهای خود کلینیک های حقوقی ارائه مساعدت ها برای این نیازمندان میباشد. مثلا ارائه مشوره میکنند، قضایای اینا به صورت رایگان پیش میبرند و ای که کدام سند حقوقی و سند قانونی نیاز داشته باشند، خود کلینیک های حقوقی به صورت رایگان در خدمت آنها قرار میده. بسیار نیک، خیلی عالی. جناب آقای رحمانی، یک قسمت اشاره کردیم شما که مساعدت و مشاوره هم دارن، برای زی که شما اشاره کردیم برای کسانی که بی‌بضاعت هم توانایی ندارن، به خاطر زی که مردم بتونن بیشتر استفاده بکنن، آیا دروازه کلینیکا باز همیشگی و در قسمت ای که مراجع میکنن به نام پول فیس یا پول بازدید یا پول ابتدایی هم از اینا اخص میشه، یعنی کاملا رایگان کار میکنه؟ خیر خیر، کاملا کار خود کلینیک های حقوقی رایگان میباشه، یعنی تحت نظارت خودش ریاست مصادرات های حقوقی، ریاست عدلیه کار میکنن. کل کارهایی که کلینیک حقوقی ارائه خدمات میکنه برای نیازمندان، برای کسایی که مراجعه میکنه، برای موکلان خود، کاملا رایگان میباشه. نه فیسی از اونها اخص میشه، نه قل ورودی اخص میشه، یا نه پول یک تکیت از اونها اخص میشه. فقط خود شخص برای گرفتن مشوره میایه، بزو مشوره لازمه رو میدن، بزو اصلا پولی هم اخص نمیشه. میتو گفتم کاملا تمام کارهای خود کلینیک های حقوقی دارن کاملا رایگانه. و خود قضیه های نام که توسط وکلای مدافع با تجربه پیش میبره، پیش برده میشه، اصلا پول از اونها اخص نمیشه. تمامی خدمات این کلینیک های حقوقی رایگان، چون خود یک فلسفه ایجاد این کلینیک های حقوقی ارائه مساعدت به چنین افراد نیازمندی میشه که توانایی گرفتن یک وکیل مدافع ندارن. چون خود شخص به اساس ماده 31 قانون اساسی حق داشتن یک وکیل مدافع داره، چرا شخص به خاطر نداشتن پول، به خاطر فقر اقتصادی از چنین حقی که خود قانون اساسی به زور قائل شده باز بمانه؟ خود کلینیک های حقوقی فلسفه ایجادی و همینه، تا خود وکلای مدافع و کارآموزهای خود تحت نظر ریاست عدلیه و وزارت عدلیه به خود نیازمندها ارائه خدمات کنه به صورت رایگان و اصلا پول از اونها اخذ نمیشه. نمیشه. بسیار نیک. یک نکته اشاره کردیم، بیشتر کارکرد از اینها در کدام حوزه ها بیشتر فعالیت میکنن؟ یعنی چه قضایایی بیشتر مشوره میدن یا مساعدت میکنن؟ روز اینا بیشتر اشارات داشته باش. اکثریت قضایایی که توسط کلینیک های حقوقی پیش برد میشه قضایای مدنی و فامیلی است و یا قضایای اطفال. قضایای فامیلی اکثریت افرادی که توانمندی گرفتن یک وکیل مدافع ندارن، چون از اینا بالایه و خود شخص هم آشنایی کامل نداره. خود قضیه های فامیلی وکلای مدافع دوسیه اینا رو پیش میبره و بالعموم به تمامی قضایا ارائه مشوره میشه. قضیه‌ای که توسط وکلای مدافع پیش میبره قضیه های اطفاله، که خود اطفال در واقع نمیتوانن یا یک توانایی مالی یا یک ولی درستی ندارن تا بدون وکیل مدافع بگیرن. قضیه های اطفال پیش برده میشه تا خود اطفال به صورت اصلاح شده دوباره به جامعه برگرده. قضیه هایی که پیش برده میشه قضیه مربوط به خشونت که از طرف قضیه های فامیلیه و قضیه های مدنی، و بالعموم به تمامی قضیه ها مشوره داده میشه به صورت رایگان و بدون کدام فیسی مساعدت ارائه میشه. بسیار نیک. در قسمت محصلینی که در کلینیکا پذیرفته میشن، دانشجوهای حقوق و شریعت شما اشاره کردین میتونن اگر در هر دانشگاهی که باشن، چه چیزهایی برای محصلین آموخته میشه؟ محصلین چه آیا بعد از فراغت از این کلینیکا کدام منفعتی هم برایشان هست؟ کدام چیزی میاموزن یا خیر؟ بدون شک علم یک دریا است که هر کس از آن چیزی بردارد ضرر نمیکنه. تمام کارام کلینیک هایی که امروز در سطح هرات و در سطح کشور فعالیت میکنن، من جمله پنج کلینیک آسیا که کلینیک موفق در سطح هرات میباشد، کلینیک پانتون هرات، کلینیک های موفق من جمله همینا و چند کلینیک دیگه ما به خاطر ندارم، کلینیک های موفق در سطح هرات همینایه که خود محصلینی که میپذیرن، محصل پانزه حقوق و شریعت صنف های چهارم، یعنی سمستر های ششم و هفتم و هشتم میباشه. خود دانش آموزان به طور عملی با دنیای کار و دنیای حقوق آشنایی پیدا میکنن،
طور مثال کسی که خواسته باشه یک وکیل مدافع باشه، در ابتدا به زو چگونگی دفاع و چگونگی تامین عدالت به زو آموخته میشه، به زو چگونگی تحلیل قوانین و چگونگی نوشتن یک سند حقوقی به زو آموخته میشه. بدون شک تمام دانش آموزایی که از این کلینیک های حقوقی فارغ میشن در آینده یک وکیل مدافع موفق که امروز ما داریم، خیلی خوشبختانه بگم که وکلای مدافع موفق داریم که از پانتون از این دو کلینیک نام بردم فارغ شدن و امروز در عرصه کار کاملا موفق و خوش می درخشن. و همینه که نام کلینیک های حقوقی خوب سرزنده داشته و یک دستاورد بسیار بزرگ که به خود کلینیک های حقوقی می باشه. بخش دیگری از آموزش هایی که کلینیک های حقوقی به خود کارآموز ها داره، چگونگی طی مراحل خود دوسیه ها رو بیان میکنه که چگونه یک دوسیه از کجا آغاز میشه و کجا ختم میشه، که یک دستاورد یک بزرگه به خود کلینیک های حقوقی که بتونه عده بزرگی با کار با خود دنیای کار آشنایی پیدا بکنه، تا اینکه فقر یک شغل زدایی بکنه در جامعه، تا اینکه کمبود کار حس نشه در جامعه. بسیار نیک، تشکر جناب آقای رحمانی که دعوت ما رو پذیرفتین و موفقیت شما در این راستا بیشتر میخوایم. انشالله که در برنامه بعدی روی این موضوعی که نقش کلینیک‌های حقوقی هست بیشتر صحبت خواهیم کرد و انشالله که شما بیشتر به زحمت خواهیم داد. آخرین صحبت شما به عنوان پیام اگر داریم برای محصلین، برای کسانی که در حوزه حقوق فعالیت دارن، میخواییم از شما بشنویم. من حس آخرین کلام میتونم بگم به آن دست دانش آموزان محصلینی که در رشته حقوق کار میکنن، یک جمله معروف هست که میگن همیشه هدف خود را تعیین کن و به سوی او تلاش کن. تلاش تنها مهره است که خود شخص میتونه به نفع خود استفاده بکنه. به این مهره هیچگاه از کار نمیفته. اگر تلاش بکنیم به بلندترین قله های موفقیت خواهیم رسید و به جامعه خود یک کمک بزرگ خواهیم. تشکر. بله بیننده عزیز، میان برنامه کوتاهی میگیریم، بعد از میان برنامه خدمت شما هستیم.